میدونستم اگه آمریکا با حمله بکنه من دوام زیادی نخواهم داشت، ولی گفتم که من مقاومت میکنم و به آمریکایی‌ها نمیگم که من بمب اتمی ندارم و سلاح شیمیایی ندارم. چنگی میگفتم من بمب اتمی ندارم، سلاح شیمیایی ندارم و بفرستید هر چه دلتون میخواد بازدید کنید. ایرانی‌ها میفهمیدن که من بمب اتمی و سلاح شیمیایی ندارم و ضعیفم، به من حمله میکردن. من از ترس آمریکایی‌ها به ترس ایرانی‌ها، حکومت متعصب ملاها صدام حسین میگه، من با آمریکایی‌ها دروغ گفتم و وانمود کردم که سلاح اتمی و سلاح شیمیایی داشتم. چرا فکر میکردم آمریکایی حد اکثرش اینه، میاد اون نقاطی که فکر میکنن سلاح‌های شیمیایی و سلاح اتمی است، اونجا نیروگاه اتمی منو بمبارون میکنن. نمیدونستم با تمام گزارشایی که من رسیده بود از به من که آمریکا اگه به عراق حمله کنه حمله محدود نظامیه، یک دفعه دیدم که سربازان آمریکا پشت کاخ منن، پشت دروازه‌های کاخ منن و من مجبور شدم فرار کنم. این پیام است به جمهوری اسلامی به اعتقاد من که امروز بعد از مصاحبه اوباما با اسوسییتد پرس که میگه با هر از هر امکانی، چون دشوار شده ایران رو متوقف کنیم، از هر وسیله و امکانی برای جلوگیری ایران اتمی استفاده خواهیم کرد و بلافاصله این تیکه از مصاحبه و بازجویی صدام حسین رو FBI منتشر میکنه که صدام حسین میگه تمام تصور ما، تمام گزارش ها مبنی بر این بود که آمریکا یک حمله محدود به مناطق که فکر میکنه سلاح‌های اتمی و نیروگاه اتمی و نیروگاه سلاح شیمیایی است به اونجا حمله میکنه، ما مقاومت کردیم. نمیدونستیم که آمریکا با تمام نیروش به عراق میرسه. پس بنابراین در واقع پیام به واقع خامنه‌ای امروز اوباما و FBI از طریق FBI میده، خود اوباما میگه و FBI میگه آقا اگه به تو گزارش رسیدی که حمله محدود به پایگاه‌های اتمی و نیروگاه‌های اتمی خواهد بود، این تصور غلط رو صدام حسین هم کرد، این تصور صدام حسین هم کرد. روشن شد؟ من هیچ دلیلی نمیبینم بالا سر گزارش اوباما، مصاحبه اوباما، پایینش گزارش FBI در مورد صدام حسین و هر دوش یه روز پخش بشه. من آدم مشکوکیم، من در مورد مسائل سیاسی مشکوکم، در حالی که در زندگی خصوصی، زندگی عادی خیلی ریلکسم، به کسی هم توجهی ندارم چی داره چیکار میکنه و در مسائل مورد مسائل سیاسی خیلی آدم مشکوکی هستم. به نظر من این دوتا خبر در آن واحد، در یک روز مشخص، در یک ساعت معین، چون ساعتش خبرها پشت سر هم اومده، این جز سیگنال و دادن پیام به آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دار دسته است که آقا ما بیان تو توبرتون میکنیم و صدام حسین همین اشتباه شماره کرد و فکر کرد که حمله نظامی ما محدود خواهد بود. حالا این تصورات فکر مشکوک منه که همیشه فکرم انگلیسی ها پشت قضیه هستن و حالا اتفاق سیاسی که من میفته من دیگه ربطش میدم، یا یک واقعا یک پیام خیلی واضح و آشکار است از طرف آمریکا همزمان با مصاحبه اوباما به جمهوری اسلامی. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل بذارید تا که صحبت از صدام حسین کردم و چون من همیشه به شما گفتم که دنبال کار صدام حسین بودم، ببینیم امروز از صدام حسین بزرگترین جمله که گفته چی. اولا میگه که صدام حسین در اون مزرعه ای که دستشو میدم شما علاقه دارید به مسائل صدام حسینی، حالا چون خودم علاقه داشتم فکر کنم شما هم دارید، حالا به هر حال شما بی علاقه نیستید چون این آدمو میشناسید. میدونید که خدمتتون قبلا عرض کردم که سال 1959 صدام حسین یک کودتا کرد علیه عبدالکریم قاسم. عبدالکریم قاسم یک نظامی عراقی بود که کودتا کرده بود علیه ملک فیصل و شده بود رئیس جمهور عراق، که تو این گزارشش نخست وزیر، نه رئیس جمهور بود فکر میکنم، بعد همه کار دیکتاتور عراق شد دیگه عبدالکریم. حالا میخواد بگه رئیس جمهور، میخواد نخست وزیر، میخواد بگه دربون، فرق نمیکنه، مهم نیست چی میگی، اون دیکتاتور همه کار عراق بود عبدالکریم قاسم. این نظامی صدام حسین کودتا کرد علیه عبدالکریم قاسم، کودتا رو CIA کرد، اصل قضیه معذرت خواهم، اصل کودتا رو اینتلیجنس سرویس انگلیس کرد، CIA هم باش موافق بود. در اون کودتا صدام حسین گلوله تو پاش میخوره. این گزارش های من چند دفعه این تلویزیون خودمون گفتم برای شما، کمتر جایی میبینید، چون CIA خجالت یا اینتلیجنس سرویس انگلیس خجالت میشه بگه صدام حسین عامل خود ما بود، این ایجنت ما بود، ما فرستادیمش عراق رو چمورش کردی، بعد اینجوری گردن کلف بازی در بود و ما نتونستیم کاری بکنیم، خجالت بکشن بگن.
از مردم خجا مردم آمریکا میگن آقای سی ای اینتلیجنس سرویس انگلیسی اینا چرا اینا اشتباه میکنن، ولی یه قضیه است که من دارم به شما میگم، درست دارم بهتون میگم. انگلیسا در پی این بوده که عبدالکریم قاسم رو برداره، چه عبدالکریم قاسم میزد به طرف ناصر. آخ نه نه، طولانی میشه قضیه بخوام برم تو ناصر و اینا. به هر حال یه زمانی بود که یک هوای پان عربیزم، اتحاد ملت‌های عرب به وجود آمد علیه اسرائیل. بنابراین انگلیس‌ها می‌خواستن ناصر ضعیف بکنن، فکر کردن که عبدالکریم قاسم رو ترورش کنن. بنابراین دنبال یه آدم گردن کلفت لات می‌گشتن. صدام حسین لات و گردن کلفت بود، دزدم بود، بانک هم زده بود. انگلیس‌ها اومدن این آدم رو پیدا کردن، با آمریکا هم گفتن آقا این آدم خوبه، هم نترسه، هم گردن کلفته، هم آدم بی سر و پایه دیگه، دزد بود، دزد بانک بود صدام حسین. انگلیسی این انتخاب کرد، کودتا که کودتا شکست خورد، صدام حسین گلوله خود فرار کرد. کجا رفت؟ رفت تو همین مزرعه‌ای که این دفعه قایم شده بود، تو همون سوراخه. این اف بی آی امروز انتشار داده، صدام حسین گفته من همون جای این مزرعه‌ای که شما منو گرفتید، همون جایی بود که در کودتا 1959 اونجا فرار کردم، فرار کردم اونجا. سی آی ای، حالا اینو دیگه میتونم بگم، سی آی ای، سی آی ای صدام حسین از عراق بیرون کشید، بعدش بیروت، بعدش لبنان. از لبنان مالجش کردن، چی خورده بود، بودن مالجش کردن، بودنش مصر. در قاهره به سر نماینده سی آی ای در اونجا در سفارت با صدام حسین تماس گرفت، صدام حسین رو بالاخره آمادش کردن، فرستادنش دانشگاهی درس خونده، بچه فرستادنش کودتا کرد و عارف و برکنار کش و رئیس جمهور. حالا صدام حسین میگه اونجایی که منو گرفتید شما همون جایی بود که دفعه اول من گلوله خوردم، کودتا کردم، گلوله خوردم، رفتم اونجا قایم شدم، شما منو نجات دادید، بردید لبنان. خاصه رفیق بازی در بیاره، درست من همونجا رفتم که شما منو نجات دادید. پس بنابراین بعد یکی از رازهای این که آمریکا، یادتون باشه آمریکا کار سیاسی کلید مواظب باشید، آمریکا نتونسته صدام حسین رو پیدا کنه جاشو و تو اون بمبارونا بزنتش، میدید چرا؟ این همه تشکیلات مخابراتی جاسوسی فلان ماهواره نتونسته صدام حسین رو پیدا کنه. ما که میگیم آقای آمریکایی میگن آقا این ماهواره اون بالا داریم که بندی کفشتون رو ببندید، ما میبینیم که این من میام میگم یه چیزی بس مثلا اسامه بن لادن نمیبینن اینا، چرا صدام حسین ندیدن؟ هیچ دلیلی. صدام حسین میگه تو 20 سال، بیش از 20 سال گذشته، مورد تو دکه بیش از دو دهه، من فقط دو دفعه از تلفن استفاده کردم. میگه دو دفعه فقط از تلفن استفاده کردم صدام حسین، چون میدونستم اگر دست به تلفن ببرم و با تلفن صحبت کنم، تکنولوژی آمریکا به قدر قویه که میتونه تشخیص بده من کجا از کجا دارم تلفن میزنم. صدام حسین میگه در 20 سال گذشته من هر وقت با کسی کار داشتم به پیامبر میدادم، یعنی به یکی پیام میدادم گفتم برو بده به اون فلان کس فلان جا، یعنی که دعوت میکرد همه دور هم دیگه جمع میشدیم من اونجا صحبت ها میکردم. صدام حسین تو 20 سال باشه فقط دو دفعه با تلفن صحبت کرده. خوشتون اومد؟ میگه نگو اینو به مردم، یعنی چرا میگی بزن پدرستا برن اونا رو بزنن؟ کدوم پدرستا؟ اون پدرستا تو ایران بزن؟ نه دیگه اینا خودشون مالله ها هم دیگه. من حالا نگم هم پس چی باید خبرنگارم برای چی؟ نه اینا من به شما میگم و بدونید، ببینید من یه وظیفه اخلاقی دارم، وظیفه اخلاقی دادن خبر به شماست. من نه جاسوسم، نه سیستم های اطلاعاتی رو بلدم، نه خیلی آدم لوری هم هستم، ساده هم هستم، من تجزیه تحلیل، یعنی کار مغزم تو کار خبری خیلی خوبه، بخش این حرفه میزنم. بالاخره من 27 سال 27 سالم بود سردبیر خبر شبکه مملکت بودم، تلویزیون یه مملکتی بود، یعنی به هر حال هم موقع اونا میدونستن که من یه شمع خبری دارم. الکی که نمیان بچه جوون مرد 27 ساله رو کنن یا 26 ساله، من سردبیر خبر شبکه 2 تلویزیون بودم، 27 سالم شد، 26 سالم، 27 سالم شد، خبر شبکه 1 تلویزیون ملی ایران خبرش رو من میدادم. خب یه شمع خبری دارم و من یه مسئولیت در قبال شما دارم، مسئولیت اینه که چیزایی که میبینم به شما بگم. حالا امنیتیش خود دیگه با اف بی آی و سی آی ای و نام ایناست دیگه، به من چه مربوط؟ اونا نه نه من میگه آقا تجزیه تحلیل نکن، تازه بیان بگه تجزیه تحلیل نکن، من به دست رو اونا من تجزیه تحلیل نمی کنم. خب بالاخره قوانین توی مملکت هست دیگه، من تجزیه تحلیل خودمو میکنم، من یه کار غیر قانونی بکنم به من بگن خب قانون بیارن جلو من بگن چرا این حرفا رو میزنی، بعد من میفهمم که کار غیر قانونی دارم. تا اینجا کسی تو عمرم با من تماس نگرفته، من کار خودمو میکنم. در مورد ایرانم خودشون میدونن دیگه، میزننتون به خ
خداوندی خدا اینو میزنند. آقا تمام این چیزی که داره به لاطائلات در مورد صدام حسین پروندهش منتشر کردن، 20 بار بازپرسی با جنید، هر بازجویی چند ساعت طول میشه، 20 بار